خب دختر گلم، وقتی که تو بلند میشی با هزینه های شخصی خودت میری لباس مهمونی میخری، لباس زیر میخری، آرایشگاه میری، مانیکور میکنی ناخوناتو، بهترین عطری که اون آقا میپسنده برای رابطه جنسی تهیه میکنی یا خرید میکنی و بعد آژانس میگیری، اسنپ میگیری، همه اینها رو با هزینه های شخصی خودت میلیون ها تومن هر برای که یک بار بری اونجا هزینه میکنی، میری بعد سکس میکنی و برمیگردی میخوای اون آدم برای تو ارزش قائل بشه؟ هرگز. برای تو ترن خود نمیکنه، هیچ بهایی بهت نمیده. چرا؟ چون تو خودت برای خودت ارزش قائل نیستی. و جالبه که از یه خانواده اصیل و خوب و با اصل و نسب هستی، تحصیلات عالیه داری، هنرمندی، از هر انگشتت یه هنر میریزه، عکاسی، فیلمبرداری، نقاشی، چند تا ساز میزنی، صدای قشنگی داری، چیزی کم نداری. به قول خودت خوشگلیت هم که تو فامیل زبان زده، هیکل قشنگی هم که داری. آخه به قول امریکایی ها what's wrong with you؟ چته؟ چه مرگته؟ چرا اینجوری خودتو میندازی زیر دست و پا؟ چرا خودتو خار و بیمقدار و کوچیک میکنی؟ چند تا مسئله هست اینجا. یک، اینکه برای خودت ارزش قائل نیستی. یه ذره باید کلاس بذاری، یه ذره باید توجه کنی به خودت، به زیبایی‌هات، به ارزش‌هات، به توانایی‌هات، به صفات خوب و زیبنده خودت. هیچی، انگار تو کوزتی براش. پس این یک. دو، اینکه اون آدم رو خیلی بزرگ کردی تو ذهنت، بولد کردی، حالا نمیدونم وکیل، مشاور، وزیر، چند تا شرکت داره، کارخونه داره، اسم متخصص و دکتر و مهندس یاد اکیم کشه بکشه، اصلا اینا مهم نیست، شخصیت اون آدمه. تازه وقتی رفتی خونتون یه اسمس خوشکی خالی هم نمیده که رسیدی یا نرسیدی، یه زنگ نمیزنه حال تو بپرسه و یه خرت بشن، هیچی، صفر. بعد دوباره زنگ زدی میگی به نظر شما آقای محمد نیام، من زنگ زد این دفعه برم، بری؟ خب یعنی سوم این که تو باندری نداری، تو خط قرمز نداری. وقتی تو بلند شدی این همه هزینه کردی رفتی برگشتی یه زنگ خوشی خالی به تو نمیزنه، خب یعنی تو برای خودت ارزش قائل نیستی، هیچ خط قرمزی نداری. خب احترام باید خط قرمز تو باشه، قدردانی باید خط قرمز تو باشه، هیچ استانداردی نداری، دیوارت کوتاهه، هر کی قشنگ پاشو میذاره وارد حریم تو میشه. خب اینطوری هر کسی ممکنه از تو سوء استفاده کنه، تو هر رابطه‌ای وارد بشی ممکنه باج بدی، پس تو مسئول هستی، تو باید این رابطه رو مدیریت کنی و اجازه ندی که اون آدم از تو سوء استفاده کنه، تو هستی که اجازه سوء استفاده رو میدی، اگر تو دلدل نشی که کسی سوارت نمیشه، پس تو خودت مقصر هستی. برای خودت ارزش قائل باش، خداوند تو رو پرنسس خلق کرد، یک شاهزاده، یک ملکه باوقار، خودت به دست خودت رو تبدیل به گرباقه و وزغ میکنی، نکن، تو یک شاهزاده ای.